احساس میکنه شن و خاک رفته تو چشت، نمیتونی خوب پلک بزنی، چشات میسوزه. این همون خشکی چشمه. سه تا راهکار بهت میگم، سه تاشون هم امتحانشون رو پس دادن. بعضیا بعد عمل چشم خشکی چشم میگیرن، بعضیا خیلی افراطی موبایل استفاده میکنن، بعضیا افراطی از کامپیوتر استفاده میکنن، بعضیا با دیر خوابیدن و کم خوابی. مطمئنم کسایی که خشکی چشم دارن اینا رو تجربه کردن. مشکل تو رانندگی موقع شب، نمیتونی از لنز استفاده کنی، حالا یا لنز زیبایی یا لنز طبی. به نور حساسیت داری، چشات قرمز میشه، از چشات آب میاد، دیده تار میشه، چشات خسته میشه. اولین کاری که باید بکنی اینه که نذاری اشک چشمات زود تبخیر بشن. رطوبت لازم داری، این رطوبت هم دستگاه بخور یا یه قابلمه بخور برات تعمیم میکنه. رطوبت باشه اشک چشمات دیرتر بخار میشن. سعی کن تهویه اتاقت یا اون جایی که زندگی میکنی یا محل کارت خیلی مناسب باشه. وقتی پنجره ها رو باز میکنی از کپک جلوگیری میکنی. اگه اون جایی که هستی گرد و خاک زیاده، حتما از فیلتر هوا استفاده کن. روش دوم، کمپرس گرم. بچه اشک چشم ما از روغن و آب و مخاط درست شده. موقعی که چشات تحریک میشه، ملتهب میشه، چشمات نمیذاره روغن تو قدد پلک تولید بشه. یه کمپرس گرم و چند دقیقه بذاری روی پلکات، اون رطوبتی که پارچه گرم داره باعث شل شدن اون روغنهای مسدود شده میشه. یه دستمال با آب گرم نم میکنی، قشنگ اون آب اضافیشو میگیری، چند دقیقه میذاری روی پلکات. هر روز این کارو بکن، یه مقداری هم فشار بده پلکاتو. بریم سراغ روش سوم. اگه تا اینجا ویدیومونو دوست داشتی، به دلت نشست، لایک یادت نده. تو خود کرونا یا بعدش که مدارس تعطیل شدن یا دانشگاه ها، دیگه بچه ها مجبور بودن که از برنامه شاد استفاده کنن توی گوشی و کامپیوتر. دیگه بچه هم خشکی چشم گرفتن، ورم چشم گرفتن، التهاب چشم گرفتن. چاره ای نیست، حتما باید بچه هاتون رو مدیریت کنین تو روش استفاده از موبایل و کامپیوتر. یه روش آسون درجه یک یادت میدم که هم اگه خودت خشکی چشم داری یا فرزند دلبندت. این روش فوق‌العاده است. میای پشت سر هم پی در پی با فاصله چند دقیقه‌ای یه تصویر دنبال میکنی. هر روز یکی دو بار چشاتو با عرق کاسنی بشور، قشنگ ماهیچه‌های چشمتو مرطوب میکنه. قدیمی ترین روش درمان سرمه کشیدنه، حتما تو مادر بزرگا خیلی دیدین. از سرمه اسمد استفاده کن. اطراف چشمتو با روغن بادوم شیری ماساژ بده. اگه زیاد با موبایل و کامپیوتر کار میکنی، یه وقفه بینشون ایجاد کن. سری برگرد آسمون رو نگاه کن، گل و گیاه رو نگاه کن، سری هم پلک بزن. سنک چهل رو رد کرد، اشکای چشم به مرور کمتر میشن. یه فکری به حال خودت بکن. همه اینو دیدن که تو فیلم ها یا تو برنامه تلویزیونی طرف دو تا خیار میذاره روی چشش، خیار ورم چشم از بین میبره. اون قده‌های تولید روغن تو چشم رو تقویت میکنه، قشنگ چشما رو مرطوب میکنه، آبرسانی میکنه به چشما. خیار رو قشنگ برش میزنی، میذاری روی چشمات، تا موقعی که خوش نشدن دست نزن بهشون. هر سوالی در مورد خشکی چشمداری ازم بپرس تو کامنت ها، شخصا جواب میدم. کانالمون رو سابسکرایب کن، زنگولش رو روشن کن، این ویدیو هم بفرست واسه کسایی که چششون خشک شده یا داره خشک میشه.